این بیماری از طریق کنه تماس به خون ملوث و پشم حیوان در هنگام و یا پس از ذبح به انسان انتقال می‌یابد. وزارت صحت با ابراز نگرانی از این ویروس میگوید که در حال حاضر 66 شهروند کشور به این بیماری مبتلا شدند که تاکنون 12 تن آنان جان باختند. با حیوانات سر کار تعداد زیاد از هموطنان ما در ایام عید پیش بینی میشه، به خاطر اینکه قربانی صورت میگیره، ایجاب میکنه که یک سلسله تدابیر مهم و لازم را در ارتباط از اینکه چگونه از احتمال مریض شدن افراد با یا انتقال این ناجوری تب خوندنده جلوگیری شود، باید تفهیم شود برای مردم. این بیماری از انسان به انسان نیز انتقال می‌یابد. تا کنون واکسن حیوانی و یا انسانی این ویروس در اختیار افغانستان نیست. وزارت صحت عامه می‌گوید که اگر تدابیر لازم در نظر گرفته نشود، بیشتر کسانی که با حیوان‌ها سر و کار دارند، به ویژه کسانی که حیوان می‌فروشند و یا قصابان، بیشتر با این بیماری مبتلا خواهند شد. روز اول دوم یک تب، جاندردی، شخی عضلات، شخی گردن، دلبدی، استفراغ، درد شکم می داشته باشه، اسهالات می داشته باشه و بالاخره در روز دوم عصبانیت، کمخوابی، افسردگی، تخرشیت، گپا بر بیمار پیدا می شود و در روزهای پنجم و ششم بالاخره روزهای بعدیش مراحل پیشرفته مرض، علاوه از این اعراض علائم، علائم خوندنده در بیمار بدن در بدن بیمار پیدا می شود. در این حال بازار حیوان فروشی در آستانه عید قربان پر رنگ به نظر می رسد و شهروندان کشور نیز در این باره چیزی نمی دانند. خب دیگه طبعا مرض می گیره، دیگه پروش نران، دیگه مریض می شن. ما می اینم خوش می کنیم که دیگه می گیره در آمه ما را ایر گفتانه می تانیم. وزارت زراعت میگوید بسیار مهم است که مردم در هنگام دست زدن به حیوانات و پشم آنان از دستکش و دیگر لباس‌های وقایع‌کننده کار بگیرند.